بچه ها چطورید؟ خوبید؟ آقا خوش اومدید به چنل یوتیوب من. همونطور که میدونید من الهام اومدم با یه ویدیو باحال باحال و کاربردی دیگه. آقا ببین من ماشینمو خدایی چجوری تو این فضای به این کمی نگاه کن، هیچی یعنی جا نداره. حالا هیچی هم که یعنی اندازه این که فقط خود ماشین جا بره. میخوام تو این ویدیو بهتون آموزش بدم، یه ذره سخته ولی شدنیه. دوست دارم شما هم بلدش باشید که یه جای خیلی تنگ و ترش گیر آوردی نری دور بزنی، با همین 7-8 تا فرمون بتونی جاش بدی. همراه من باش. آهان راستی یادم رفت، لایک، سابسکرایب، کامنت، نمیدونم هر کاری که دوست دارید فکر میکنید که برای من اوکیه برام انجام بدید. مرسی، خیلی خوشحالم که شما ها رو دارم. خب بچه ها بریم سراغ پارک دوبلمون تو جای باریک. اولین و مهمترین چیز اینه که شما تا جایی که جا داره به اون ماشینی که الان کویکه بچسبی. این خیلی تو فضای تنگی مهمه، یعنی با فاصله باشی ازش اصلا نمیتونی جا بدی. پس خیلی میریم به اون کویکه میچسبیم. اجازه این اتوبوسه بره بعد بزنم. بچه ها قشنگ میریم به اون میچسبیم. خیلی یعنی یه جوری که آینت فقط از کنارش رد بشه به این حالتی که من دارم میگیرم. ببین یعنی تو این نقطه حتماًم بچه ها فرمون اولتون رو باید یه مقداری زودتر بدید. ببین یعنی قبل از اینکه آینه به آینه بشی شما باید فرمون اولتو در جا به سمت راست قفل کنی. خب اینجا هم همون معیاری که داشتیم، دستگیره در به عقب بره تقریبا اون بره جدول تو پیاده رو. بعد چیکار میکنی؟ میای فرمون دومتو سری به سمت چپ جمعش میکنی. خب بچه ها حالا اینجا دوباره احتمال برخورد داری، چیکار میکنی؟ میای دوباره همه رو میدی به سمت راست. ببین بعد دوباره جمعش میکنی سمت چپ. بچه ولی با اینم در نمیایم، یه ذره دیگه میریم عقب. بچه من اینجا رو مانیتور برای خودم نشونه گذاشتم، تقریبا این خطه که میاد بالای سپر ماشینا نشون میده که دیگه به این بوغه هم توجه نمیکنم، چون این بوغه خیلی زودتر آلارم میده. میایم عقب الان یه ذره دیگه. خب دوباره یکش میکنم، کل فرمونم رو به سمت راست میدم، دوباره میرم جلو، دوباره دنده عقب میذارم. بچه توجه داشته باشید فرمونا همه در جا. هممون میدونیم که فرمون در جا واسه ماشین خیلی ضرر داره، ولی تو اینجور وقتا چاره ای نداری. آروم میام عقب با حرکت لاک پشتیه. خب دوباره در نمیاد، دوباره دنده یه، کل فرمون به سمت چپ، دوباره رو جلو. هم بچه یه معیار برای خودم گذاشتم، این برف پاک کن رو در نظر گرفتم میفته وسط پلاک. من چون نفسم گرفته. خب دنده‌مو میذارم عقب، دوباره کل فرمونم رو به سمت چپ جمعش میکنم. اینجا هم که همون معیاری که گفتم، این بوقه بچه ها معموله ماشین خیلی کلی هم زودتر صداشون در میاد. دوباره میرم جلو، دوباره فرمونم به سمت چپ جمعش میکنم. آقا بالاخره زدم، خیلی خوب، عالی شد. خب بچه ها همونطور که دیدید من ماشین رو تو این فضای کم، اولش یه چیزی بگم، من خودم فکر نمیکردم جا بشه، گفتم میام خودم به چالش بکشم. بعد دیدم خیلی خوبه، گفتم که یه ویدیو هم بگیرم. بچه ها ببینید اصل پارک دوب اینه که شما ماشینتون توی همچین فضایی جا بدید. منتها روز امتحان چون که فضا خیلی زیاده شما رو اونجوری به چالش میکشن، شما فکر میکنید که پارک دوبل اینه، در صورتی که پارک دوبل اساسی اینه که اصلا هم با دوتا فرمون نیست، از 4 تا فرمون شروع میشه به بالا تا 6 تا. فکر کنم من اینو با 5 تا یا 6 تا جلو عقب کردم تونستم انجامش بدم. بچه ها ببینید اگر توی خیابون شلوغ هم هستید، شما فرمون اول دومتو که بدید ماشینت دیگه میاد بغل. استرس اینو نگیر که حالا الان ماشینایی که رد میشن بوق میزنن و چیکار میکنن. تو دیگه ماشینت رفته تو جلو عقب کردن تو اون فضای کم، دیگه کاری با کسی نداره دیگه. شما مهم اینه که ماشینت بیاد کنار. بچه ولی خیلی حس خوبی میده، مخصوصا خانوما. دیدید پارک دوبل خانوما اسمش خیلی بد در رفته، یه حس خیلی خوبی داره که یه خانم بتونه ماشینشو توی همچین فضایی جا بده. دیدید آقایون معمولا این کار رو خیلی اصرار دارن و خدایی هم قشنگ انجامش میدن، ولی من دوست دارم شما خانوما یه روزی همتون
بتونید یه پارک دوبله به این قشنگی بزنید. حالا من یه سری توضیحاتم در موردش بدم. بچه ها ببینید تو پارک دوبله اینجوری فرمون اول به سمت راست، دوم به سمت چپ، هی اینجوری جلو عقب میشه فرموناتون. یادتون باشه برای خودتون تو جلو یا عقب یه نشونه بذارید. همونطور که بهتون گفتم تو جلو من یه نشونه برف با کن وسط بلاک بود، پشتم سر صندلی رو انداختم روی برف با کن اون ماشین پشتیه و هی جلو عقب کردم. حرکت لاک پشتی تاکید میکنم به شدت مهمه، چون اصلا زمان نداری. اکثر شماهایی که نمیتونید تو این جور جا پارک کنید به خاطر اینه که حرکت لاک پشتی ضعیفی دارید. خلاصه که بچه ها بهتون توصیه میکنم حتما تمرینش کنید، خیلی کاری نداره. ما توی شهرهای شلوغ این چالش رو خیلی داریم، همتونم دیدم میرید چند تا خیابون اون برتر پارک میکنید، ولی به خدا کاری نداره، اعتماد به نفس داشته باشید و خودتون رو به چالش بکشید، همین جوری که من کشیدم. مرسی، دم همتون گرم. مرسی که تا آخر ویدیو همراه من بودید.